نمایندگان محترم مجلس فرانسه، دوستان عزیز مقاومت ایران، خانم‌ها و آقایان، من امروز به خانه دموکراسی فرانسه اومدم تا از نقش منتخبان مردم این کشور در دفاع از مقاومت ایران در برابر بی‌عدالتی، به ویژه بی‌عدالتی در حمله 17 ژوئن در سال 2003 که امروز پیروزی اون پرونده رو در اینجا با هم دیگه جشن میگیریم و همچنین دفاع اونها از حقوق بشر سرکوب شده مردم ایران و به ویژه حمایتشون از زنان ایران تقدیر کنم. در این روزها مردم ما از جنایت عوامل رژیم ولایت فقیه که به دختران اصفهان و سایر شهرها اسید میپاشند عمیقاً شوکه و متاثرند. اسید پاشی به زنان واکنش یک رژیم بحران زده در برابر مردم ایران و به خصوص در برابر زنان شجاع ایران است که برای برچیدن بساط ولایت فقیه عزم جزم کردند. از شهریور گذشته با هدایت پشت پرده و برخی اظهارات علنی شخص خامنه‌ای، موج حمله سازمان یافته‌ای علیه زنان با رژه موتورسواران و صدور بیانیه‌های تهدیدآمیز توسط پاسداران لباس شخصی، اون هم با شعارهای تهاجم فیزیکی و اقدام عملی برای منکوب کردن مفسدان و حسب حامیان آنها شروع شد. وقوع این جنایت‌ها درست در روزهای تصویب قانونی در مجلس ارتشا صورت گرفت که در اون از عوامل رژیم در برخوردهای خیابانی با زنان و جوانان حمایت میکنه. همزمان نماینده خامنه‌ای در اصفهان خواستار جدیت به خرج دادن و استفاده از نیروی قهریه در برخورد با بدحجابان شد و کمی بعد نیروی قهریه به صورت اسید پاشی منویات پلید خامنه‌ای رو محقق کرد. و این است ماهیت واقعی رژیم ایران که پدرخوانده داعش است و ستم و شقاوتش نسبت به مردم ایران 100 بار بدتر از اعمال داعش است. آخوندها از زنان ایران شکست خوردند. تحمیلات ارتجاعیشان نسبت به جامعه ایران به بن‌بست رسیده است و حکومتشان عمیقا متزلزل و بی‌ثبات است. به خصوص که زنان ایران 1000 زن قهرمان شورای مرکزی مجاهدین خلق ایران رو به عنوان الگو پیش رو دارند و باید بگویم که آخوندها با این بربریت آشکار و اعدام ظالمانه ریحانه جباری نمی توانند خود را نجات بدهند. این اعدام ها، این شقاوت ها و این شکنجه ها نهایتا آنها را از حکومت به زیر خواهد کشید. در این لحظه حساس ملت اسیر ما که با حلق‌آویز روزانه و خفقان و اسید پاشی هدف قرار گرفته از حمایت نمایندگان فرانسه بسیار بسیار درگرم می شود و همچنین امیدوارم که کوشش های اخیر فرانسه در مقابله با تهدید برنامه هسته‌ای رژیم ایران و حضور فعال فرانسه در خاورمیانه برای مقابله با دیکتاتوری اسد و بنیادگرای اسلامی در سوریه و عراق به خلع ید از عامل اصلی ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه، یعنی فاشیسم ولایت فقیه از عراق و سوریه و همچنین برقراری آزادی و دموکراسی در ایران بیانجامد. از همه شما متشکرم.